بسم الله الرحمن الرحیم. انسان قضاوت‌هایی که می‌کنه بر حسب اونچه که چشمش می‌بینه، گوشش می‌شنوه، زبانش یعنی این حواس خمسه، خداوندم که این حواس خمسه را آفریده و بر ما مسلط کرده، این حواس خمسه هم میتونه دوست ما باشه، هم میتونه دشمن ما باشه. شاید یکی از تعبیراتی که پیغمبر فرمود شیطانی اصل و بیدی همین باشه، یعنی این چه ممکن بود برا من که یه بشری هستم شیطان باشه، به من تسلیم شد. نه اون، یعنی نه اون چه میخواه هوس دارم بگم، بلکه اون چه مصلحت و خدا هست میگم، نه اون چه ظلم و ستم میبینم، نه در دستگاه خدا عدالت، همه چیه دارم و همثال اینا. ولی خب بالاخره بر ما مسلطه، یه مقداری بر ما مسلطه، یه مقداری ما برش مسلطیم. یعنی خداوند این حواس آفریده، حواس خمسه به قول قدیم میگفتن، که ما با چنگ زدن به این از این نردبان از عروج کنیم برسیم به خداوند. این مثال همی که زده، این حرف فرموده پیغمبر فرمود انا بشر و مثل کن، نگه چطور شد؟ من پیغمبر شما، نه من مثل شما هستم، حواس خمسه دارم. اون تا اون قبل گفته شیطانی هستم و بیدی،
تمایلات دارم، تنفرات دارم، همه اینا مثل شما. یعنی به ما گفته اون این عروجی که این وسیلهی که خداوند آفریده اینا رو از این نردبان بیاد بالا به مقام من میرسه. البته عملا این که هیچ پیغمبری نمیاد یعنی این که هیچ کسی خدا نیافریده که این قدرت و طاقت داشته باشه که بتونه از این مردمان تا آخر بره بالا. یه عده میفتن تو این رو میرن گوی کوهنشین میشن اینا که پیغمبر اومد اونا که رفته بودن گفت که این کار درست نیست، این روزه که شما میگیرید به این طریق درست نیست، افطار بکنید، سحری بخورید، شب آزادید. به این طریق یه حد وسطی اعتدالی حاکم کرد بر ما و این حواس خمسه. ما و حواس خمسه از هم جدا نیست، یعنی حواس خمسه بر ماست ولی یعنی منظور ما یه چیزایی رو میبینیم بدون اینکه بخوایم. خب چشم آفریده همینجور که راه میره همه چیزا رو میبینه. اینا رو فرموده اجباره کنید چیزهایی رو ببینید که خواست خداست و میخواهید ببینید. گفته هایی میکنید بگید که گفته خداست و خدا میخواد که من این آداب و رسول مثلا این شرایع که آفریده موسی علیه السلام راجع به خداوند همون حرف میزد راجع به خلقت و اینا که ابراهیم گفته و ابراهیم همونی میگفت که نو گفته. همین هم چیزی میگفتن که عیسی فرموده. عیسی خوب صریحا اینو به این طریق گفته که فرمود من نیومدم که دین برادرم موسی رو نسخ کنم بلکه اومدم اونو تکمیل کنم. یعنی این اون یکیه. پیغمبر ما میگه خدایی که عیسی معنی نمیگه موسی معنی نمیگه همه جدا میفرماید خوبی کنید و بدی کنید که خداوند پاداش میده. عیسی معنی نگو موسی معنی نگو همینجور همه این پیغمبران. حالا اینجوریه چرا پس پیغمبران متعدد آفریدن؟ پیغمبران متعدد برای جامعه بشریت یه تشبیه اگه بخوایم بکنیم که بهتر بفهمیم باید بگیم که یه نفری تابستون لباس تابستونی میپوشه، زمستون لباس زمستونی گرمه. تابستون از آتش فرار میکنه، از آفتاب فرار میکنه، زمستون نه. پیغمبران هم آداب و شرایعی که فرمودن برای همون زمان خودشون بوده، نه این که فرمایش موسی یا فرمایش عیسی یا ابراهیم نسخ شد. نه
فرمودن همونجوری که عیسی گفت، پیغمبرم فرمود. حتی در آیات قرآن هم همینجور هست، میگه وقتی کسی که ایمان آورد به خدا و چیز و اون اصول اولیه ایمان آورد، اگر با خلوص نیت آدم یهودی رو یا آدم مسیحیت رو اجرا کنه، خداوند میپسنده و دست رو میگیره. خب یه نفر مسیحی که فرض کنه جنگل های آفریقا یا جاهایی که دور از دسترس بشریت وجود داره، این دیگه ممکنه نفهمه که پیغمبر دیگری آمده که بعد از اونه. این بر همون، اگر بر همون اعتقاد بر همون اعمال مسیحیتش باقی باشه، چیز برای اینکه همون مسیحیت هم به شما میگه که صد خدا هست، میگه یه خدا هست. همون مسیحیت نمیگه عدل فایده نداره برای دنبال صحب ما مسیحیت هم. اون مسیحیت واقعی رو اجا کنه، خداوند مقبولش میداره، منتها اجر کمی داره. سفره گسترده خداوند سه قضای آدابی موسی و عیسی میارن، پیغمبرم یک قضای یه چیز میارن. اینا جدا زد هم البته، ولی همش امر الهی است. این هم امر الهی است. حالا ما چون در چیز بسید هر چیزی رو نگاه میکنیم، هر چیزی رو یا خدایی میبینیم یا جسمی، و حالا که این جسم و روح در همه جای بچه هست، در خلقت هم هست، همون طریق شاید این مسئله رو کج فهمیدن، بچ فهمیدن و عده‌ای نمیدونم عرفان‌هایی نمیدونم چیزی میگیم، میگن سنگ و چوب و روح و این ها همه روح دارن. اون میگه مثلا روحشون با من حرف میزنه. این پیغمبر ما هم میفرماید که اون در چیز گفت که و اون ریگی که دست مخالف بود اشاره کرد، اون ریگ اون ریگ به صدا در اومد، گفت اشهده انه محمد عبده. بله پیغمبر ما میشنه ناره، منتها میدونست این خودشه که بر اون مسلطه، نه اون به صدا در آمده. به هر جهت ما هر چه در تصویر و خودمون بکوشیم درست کنیم، بیشتر این اسرار الهی رو درک میکنیم. انشاءالله خداوند به ما توفیق درک این مسائل رو بده. We'll be right back.
کمان کشیده و در کمین که زنی به تیرم و من غمین همه این قمه بود از همین که خدا